جنساکی سخنگوی کاخ سفید دیروز در جمع خبرنگاران گفت پرزیدنت بایدن در بخش سیاست خارجی سخنرانیش در نشست مشترک کنگره به بازپسگیری جایگاه کشورش در عرصه بین المللی اولویت خواهد داد فرهاد پولادی گزارش میدهد خانم ساکی در کنفرانس خبری روزانه خود در پاسخ به پرسش‌های درباره محتوای سخنانی پرزیدنت بایدن در نشست مشترک با قانونگذاران آمریکا در مجالس سنا و نمایندگان گفت که رئیس جمهوری آمریکا طی هفته گذشته و جاری با مشورت با مشاورین و وزرایش در حال نهایی کردن متن آن است او در پاسخ به سؤالی که جویای محتوای سخنانی رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با سیاست خارجی شده بود گفت که او به نقش پررنگتر آمریکا در عرصه جهانی تاکید خواهد کرد. He will talk about او مطمئنا در سخنرانی خود درباره سیاست خارجی صحبت خواهد کرد و بر اهداف و تعهدات خود برای بازسازی جایگاه ما در جهان یعنی نقش رهبری ایالات متحده در عرصه بین المللی تاکید خواهد کرد خانم ساکی در ادامه گفت در بخش سیاست داخلی اجرایی کردن طرحهای رفاه اجتماعی در اولویت خواهد بود وی در آن سخنرانی جزئیات ویژه طرح خانواده های آمریکایی را مشخص خواهد کرد و همینطور در مورد طیف وسیعی از اولویت های ماهای آینده ریاست جمهوری خود صحبت می کند. از جمله همکاری با کنگره برای پیشبرد اصلاحات در نیروی پلیس و گامهایی برای دسترسی بیشتر مردم به مراقبت های بهداشتی ارزان قیمت. به گزارش اسوسییتد پرس نمایندگان دموکرات و البته جمهوری خواهد تلاش خواهند کرد که اولویت های حوزه انتخابیشان در سخنرانی پرزیدنت بایدن گنجانده شود میانگین مقبولیت عملکرد پرزیدنت بایدن در آستانه این سخنرانی حدود 53 درصد در بین رهن دهندگان آمریکایی است فرهاد پولادی سر آمریکا